سلام، وقتتان بخیر. به سرویس خبری ساعت 6 از هزار آورد با من لیلا محمدی و همکارم فریده فانوس خوش آمدید. سرخط خبرها. فعالان هزاره و اعضای پارلمان کاتالونیا در مورد به رسم شناسی نسل‌کشی هزاره ها گفتگو کردند. نارضایتی در میان طالبان اوج گرفته است. مقام طالبان حکم طلاق زنی را صادر و سپس به عقد خودش درآورد. وزیر امر به معروف طالبان میگوید که از ما به خدا شکایت نکنید، به 191 زنگ بزنید. 17 نفر در خست به اتهامات مختلف در ملای عام شلاق زده شدند. و وزیر دفاع ترکیه حزب کارگران کردستان را متهم به انجام حمله مسلحانه در انقره کرد. و اینک می‌پردازیم به مشروع خبرها. شماری از فعالان و مهاجران هزاره در اسپانیا با اعضای پارلمان کاتالونیا در مورد به رسمی شناسی نسل‌کشی هزاره ها در افغانستان گفتگو کردند. آنان در نشست‌هایی که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 3 میزان و 1 عقرب با اعضای پارلمان کاتالونیا داشتند، خواستار به رسمی شناسی نسل‌کشی هزاره ها شدند. عبدالبشیر سکندری از فعالان هزاره در اسپانیا و عضو حزب سوسیالیست کاتالونیا میگوید که در این نشست‌ها تمام منابع و مدارکی که نشان دهنده نسل‌کشی هزاره ها است اعضای پارلمان کاتالونیا ارائه شده و اشتراک کنندگان نیز شهادت دادند. او اضافه می‌کند که یک تیم فعال با همکاری حزب سوسیالیست کاتالونیا موضوع به رسمی شناسی نسل‌کشی هزاره‌ها را پیگیری می‌کند. نوار صوتی یک عضو ارتش طالبان به هزاره ورد رسیده است که اوج نارضایتی او را از رهبران این گروه نشان می‌دهد. گرچند هویت فرد و زمان ضبط این صدا مشخص نیست، اما گفته می‌شود که طالبان تازه به اعضای غیر پشتونشان مهلت دادند که تا یک ماه آینده حداقل از سوی یک فرمانده در گروه طالبان تضمین شوند. پیش از این نوار صوتی از مولوی خنجر از ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار و یکی از فرماندهان ارشد طالبان به دسترس هزاره ورد قرار گرفته بود که اوج نارضایتی او را از رهبران این گروه نشان می‌داد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز و نهایت گرانقدر، و یک سلام خاص به تمام رهبران بزرگ امارت اسلامی افغانستان و خصوصا دلگرم شیران عزیز و کسایی که مجاهدین که واقعا بسیار زیاد زحمت کشیده بودند، بسیار با یک امید بالا که بعد از اینکه همه فرم تصفیه صفوف بسته شده بود و دیگه آگاه شدند که فرم تصفیه باز شده، بسیار با امید بالا واقعا دیگه فرم جور کردن و زحمت کشیدن که یگان بستی که هستیم اما تو یا پابرجا باشیم یا یگان بستای دیگری نجا بجا شویم. اگر این فرمایی که در اینجا تیپ کردگی باشه از این فرمای مجاهدین باشه، واقعا به احترامی بسیار بزرگی هم در حق دلگای مشرا شده و هم در حق مجاهدین بدخشان شده، یک توهینی بزرگی در حق مجاهدین و در حق خصوصا رهبرای بدخشان است که این فرمی که بدخشان تصفیه جور میشه به هزارا فرم، دیگر این فرم زیر پا میشه و به ارزش است و توهین و تحقیر میشه، گویا که رهبرای ما توهین تحقیر میشه، دلگای مشرای ما توهین تحقیر میشه، شاید هزارا لغت بعد روی نام قارس فسیدین و مولوی امانالدین و مولوی عبدالغنی فایق و مولوی شریعتی زده شوه، دیگه بسیار یک جفای بزرگ صد حق مجاهدین بدخشان. الله متعال توفیق به هدایت نصیب تون کنه، اگر توفیق نیست پروردگار اگر نیست نابود تون کنه که همین صفتون مرا. منابع محلی در تخار گفتند که ملا محمد زمان منصور ولسوال طالبان در خواجه‌غار این ولایت یک مرد را مجبور به طلاق همسرش کرد و سپس خانم مطلقه را به عقد خود درآورده است. منابع روز چهارشنبه 2 عقرب به خبرگزاری پایگاه تایید کردند که منصور نخست با خانم دکتر خیر محمد باشنده ولسوالی در قد رابطه نامشروع برقرار کرده و سپس او را هشدار داده است تا همسرش را طلاق دهد.
وزیر امر به معروف طالبان در جریان سفر خود به ولایت لغمان از مردم این ولایت خواست که اگر از طالبان شکایت دارند به شماره 191 تماس بگیرند. خالد حنفی گفته است که به جای شکایت از طالبان نزد خداوند در روز قیامت مردم شکایت خود را به خود این گروه بگویند. 191 شماره تماس بخش شکایات وزارت امر به معروف نهی از منکر طالبان است. خالد حنفی میگوید که 12 روحانی در دو شیفت کار میکنند تا به طور شبانه روزی تماس های تلفنی مردم را پاسخ بگویند. خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان در ادامه سفرهای ولایتی خود برای تطبیق قانون امر به معروف و فرمانها و احکام رهبر این گروه به ولایت لغمان سفر کرده است. منابع محلی در خوست گزارش دادند که 17 نفر به اتهامات مختلف در ملأ عام در این ولایت شلاق زده شدند. منابع گفتند که این افراد دیروز چهارشنبه 2 عقرب بر اساس حکم گروه طالبان محکوم به چندین ضربه شلاق و گذراندن حبس شدند. بر اساس این گزارش از میان این افراد 5 نفر هر کدام 39 ضربه شلاق، 3 نفر هر کدام از 25 تا 30 ضربه شلاق و 9 نفر دیگر هر کدام از 30 تا 39 ضربه شلاق زده شدند. منابع افزوده است که از میان افراد متهم 3 نفر هر کدام به 1 سال و 8 ماه، 3 نفر به 6 ماه، 1 نفر به 10 ماه، 9 نفر به 1 سال و 1 نفرم به 1 سال و 5 ماه حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. وزیر دفاع ترکیه روز چهارشنبه گفته است که کارگران کردستان مسئول حمله مرگبار به مقر صنایع هوانوردی ترکیه در انقره می باشد. در این حمله دست کم 5 نفر کشته و 14 نفر زخمی شده اند که وضعیت 3 نفر از زخمی ها بحرانی توصیف شده است. گولر در مصاحبه با خبرنگاران گفته است که ما هر بار این بی سر و پاهای کردستان را تنبیه می کنیم، اما آنها هرگز یاد نمیگیرند. همانطور که همیشه میگویم، ما تا زمانی که آخرین تروریست از بین برود از تعقیب آنها دست نخواهیم کشید. دو مهاجم مسلح شامل 1 مرد و 1 زن حوالی عصر چهارشنبه به دفتر حساس صنایع هوانوردی ترکیه در انقره حمله کردند. این حمله در حالی به وقوع پیوسته است که برخی چهره ها در روزهای اخیر از صلح با کردها سخن گفته بودند. تشکر از این که تا پایان این سرویس خبری با ما بودید. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. الله حافظ و نگهدارتان.